عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایانی که صدای من رو میشنوند و خیلی سپاسگزاری میکنم از همه دستندرکاران و مسئولان انتشارات ققنوس، مخصوصا خانم حسین زادگان که مسئول برگزاری این نوع جلسات بودند و هستند و خواهند بود. و خیلی خوشحالم که در محضر دوست جوان، فرهیخته و دانشمند خودم هستم، آقای شبگرد، و بسیار خوشحالم که دارم یک اثر ارزشمند فلسفی رو نوشته دوست عزیزم آقای دکتر اردبیلی رو محل بحث و گفتگو قرار میدم و امیدوارم همه دوستان از این چند دقیقه سودی ببرند و باعث نشم که کتاب آقای دکتر اردبیلی ارزشش با سخنان من سر سوزنی کاهش پیدا بکنه، چون بعد معرفی کردنم بهترین ضد تبلیغ میتونه باشه. من در خدمت. ممنونیم استاد، خیلی خوشحالیم که در روز 12 خرداد، روز تولد شما، در خدمتتون هستیم. اینجا تبریک هستیم خدمتتون، براتون آرزوی سلامتی داریم، عمر طولانی، و خیلی خوشحالیم که امروز در خدمتتون هستیم. در رابطه با کتاب پرتاب‌های فلسفه آقای دکتر محمد مهدی اردبیلی، در بخشی از تلخیص مقدمه این کتاب نویسنده در رابطه با متن توضیحی دادن. هر متن نوعی پرتاب است، پرتابی که نتیجهش اساساً غیر قابل پیش بینی است. فرد تأملی می کند و چیزی می نویسد. این نوشته متنی اصیل است یا مبتذل، مؤثر است یا بی اهمیت، عمیق است یا سطحی، ماندگار است یا گذرا، پیشاپیش روشن نیست. نظر خود آقای دکتر برای این هستش که این کتاب رو مخاطب باید تعیین بکنه که چه اهمیتی داره. ما اینجا در حضور شما سوالمون اینه، استاد ملکیان، کتاب پرتاب‌های فلسفه مهم هست؟ و اگر مهم هست به نظر شما با چه دلیلی یا اهمیت اون در چی هستش؟ خیلی متشکرم خانم. خیلی البته به نظر من در ساحت فرهنگ و فلسفه کشور ما کتاب پرتاب‌های فلسفه دکتر اردبیلی اصلا کتاب کم اهمیتی نیست، بلکه کتاب مهمی به گمان من محسوب میشه. خب البته همه سروران هم میدونن این کتاب رو اگر بخوایم در ژانرهای نوشتارهای فلسفی جا بدیم، باید در ژانر اسی و جستار قرارش بدیم، در واقع ادامه سنتی که ما معمولا نسبش رو به مونتنگ میرسونیم، فیلسوف معروف فرانسوی. جستاره، و چون جستاره باید توجه به جستار بودنش کرد. خب حالا اگر کسی بپرسه که جستار به چه نوع نوشته ای شما میگید جستار، من خودم نوشته ای که سه تا ویژگی داشته باشه رو بهش میگم جستار. و البته نه اینکه من اینو بگم، استنباط من اینه که از زمان مونتین به این سو به نوشتارهایی که این سه تا ویژگی رو داشتن جستار میگفتن، و اگر این سه تا ویژگی رو ملاج قرار بدیم مسلما نوشته ای دکتر اردبیلی جستاره. خب من این رو عرض میکنم. ویژگی اول اینه که هر نوشته ای هر کسی مینویسه، فرق نمیکنه در چه حوزه معرفتی بنویسه، خواه حوزه معرفتیش عرض کنم که فلسفه باشه، خواه حوزه معرفتیش علوم تجربی طبیعی باشه، خواه علوم تجربی انسانی باشه، خواه علوم تاریخی باشه، خواه علوم عرفانی باشه، اهمیت نداره. هر که هر نوشته ای نوشت، در قالب مقاله، در قالب رساله، در قالب کتاب، یا هر که به جای نوشتن گفت
در قالب تدریس، در قالب سخنرانی، در قالب گفتگو، در قالب مصاحبه یا هر قالب دیگر گفتاری، هر که تلقی خودش رو داره از جهان هستی یا بخشی از جهان هستی بیان میکنه، ولی ادعاش اینه که تلقی که من از جهان هستی دارم مطابق با واقع هم هست. بنابراین در اینکه هر که هر چه گفت و نوشت تلقیش از عالم واقع و بخشی از عالم واقعه، این عامه. اما ما معمولا گمان میکنیم که نویسنده داره تلقیش رو از عالم واقع، نه فقط تلقی از عالم واقع میدونه، تلقی مطابق با واقعی هم میدونه. در جستار نه، نویسنده داره میگه واقعا نوشتم رو تلقی از عالم واقع بدونی. دوستان توجه میکنن چی عرض میکنم؟ همه نوشته ها فی الواقع تلقی از عالم واقع هن. اما ما گمان میکنیم در نوشته های غیر جستاری فرض نویسنده اینه که این تلقی تلقی است از عالم واقع، ولی مطابق با عالم واقع. در جستار خود نویسنده از اول داره به زبان بی زبانی و حتی به زبان با زبانی میگه آقا فقط تلقی مدارم از عالم واقع میگم، ادعای بالاتر از این ندارم. از این نظر به نظر من جستار متواضعانه ترین نوع نوشتاره، و نه فقط متواضعانه ترین نوع نوشتاره، اصلا واقع بینانه ترین نوع نوشتاره. چرا؟ چون بزرگترین واقع بینیش در اینه که میگه من میدانم که تلقیم رو دارم از عالم واقع بیان میکنم، ادعایی بیش از تلقی ندارم. این نکته اول. نکته دوم اینه که در نوشتارهای از مقوله جستار معمولا فقط باورهای نویسنده بیان نمیشه، باورهاش بیان میشه ولی احساسات و عواطفش هم در کنار باورها بیان میشه. اراده و خواست و هدف و آرمان و هنجار، اینها هم بیان میشن. با اینکه معمولا نویسندگان در غیر جستار فرض بر اینه که فقط باورهاشونو دارن بیان میکنن، یعنی ساحت عقیدتی معرفتیشونو دارن به ما معرفی میکنن، اما در اینجا ساحت دوم و سوم وجود آدمی هم کاملا به موازات و بلکه کاملا به صورت متشابک و در هم فرو رفته با باورها میان. باورهامو بیان میکنم، در این حال احساسات و عواطفم رو هم بیان میکنم و در این حال خواسته هام رو، اهدافم رو، آرمان هام رو، هنجار هام رو و ارزش هام رو هم بیان میکنم. اینم ویژگی دومه به گمان من که در ژانر اسی یا در ژانر جستار وجود داره. اما یه ویژگی سومی هم وجود داره و اون این که وقتی من نوشته غیر جستار می نویسم، شما از من تقریبا توقع دارید که فراورده فکرم رو فقط بیان نکنم، فرایند رسیدن به فکرم هم بیان کنم، یعنی بگم به چه دلیلی یا به چه ادله ای رسیدم به الف به است و به چه دلیل یا ادله ای رد می کنم قول کسانی رو که به الف به است معتقد نیستند و به الف به نیست معتقدند. به تعبیر دیگری معمولاً خواسته میشه که گویا پشت صحنه رو هم من در کتاب بیارم در غیر جستار، یعنی بگم که کسانی که میگفتن الف به نیست رو به چه دلیلی من رد کردم و پشت سر گذاشتم، کسانی رو که میگفتن الف به است به چه دلیل سخنشون رو پذیرفتم، آیا دلیلی قوی تر از ادله سایر کسانی که میگفتن الف به استم من برای الف به استم دارم یا نه، یعنی گویا پشت صحنه هم باید بیان بشه. ولی در جستار فقط فراورده بیان میشه، فرایند دیگه بیان نمیشه. میگه من به الف به اصل معتقدم، این که از کجا راه افتادم تا به اینجا رسیدم این معمولا بیان نمیشه. این مثل میمونه که شما یک بار در یک مهمانی شرکت میکنید و فقط سر میز غذا انواع و اقسام غذاها رو میبینید، خیلی هم چه بسا از این غذاها، از رنگ غذاها، از بوی غذاها، از مزه غذاها، از آرایش سفره چقدر هم لذت میبرید، اما به هر حال فقط دارید فراورده رو میبینید.
اما یک بار هم آشپزها یا سرآشپز میاد میگه که ما صبح تا حال یا دیروز تا حال چه کرده ایم که تونستیم این سفره رو فراهم بکنیم. اینجا فقط فراورده رو شما نمیبینید، از فرایندم مطلع میشید. در اسی، در جستار، ما فراورده رو فقط میبینیم، این که چه دهلیزهایی رو پشت سر گذاشته، از چه فراز و نشیبهایی گذشته، چه ردهایی کرده، چه قبولهایی کرده، چه نفیهایی، چه اثباتهایی، و خلاصه از کجا به اینجا رسیده، این معمولا در جستار بیان نمیشه. ولی در اثر فلسفی که مثلا جنبه جستار نداشته باشه، چرا؟ باید کلمه به کلمه بگی به چه دلیلی میگم، از کجا به اینجا رسیدم. خب من این سه تا ویژگی رو برای جستار قائلم و معتقدم این سه تا ویژگی در این نوشتار دکتر اردبیلی هم وجود داره. بنابراین اهمیت اول نوشته دکتر اردبیلی به نظر من به لحاظ اینه که ژانر اسی رو در ایران، اگر نگم نخستین بار در واقع وارد کرده، ولی نسبت به بعضی کتاب‌های دیگر که من دیدم که اونا هم انگار حالت جستاری دارن، به نظر من وزن این کتاب اصلا قابل قیاس با اونها نیست، خیلی قوی تر از اوناست. من اونها رو اسم نمیبرم، ولی چند تا نوشته دیگه هم من دیدم که اونها هم یه حالت جستار نویسی رو القا میکنن. ولی از بته در این رده من فکر میکنم نخستین کار کار دکتر اردبیلی. این نکته اول. نکته دومی که به نظر من اهمیت داره اینه که دکتر اردبیلی در این کتاب وام خودشونو به هگل، و نه فقط وام، بلکه اصلا این که در فضای هگلی تنفس میکنند رو، این رو مخفی نکردن، و این به نظر من چیز ارزشمندی. چرا؟ به دو جهت. یکی به این جهت که من اساسا این که واممو بیان کنم به یک متفکر چقدر به لحاظ اخلاقی ارزشمندی. اما نکته دومم این که لااقل بدونم که اگر کسانی با هگل مخالفت دارند، از اول بدونن در این کتاب چیز مطابق طبعشون نخواهند یافت. بدونن که باید توی فضای هگلی وارد بشن تا در از این کتاب بتونن سود بیشتر ببرن. این به نظر من خیلی ارزش داره که من بگم که من دارم در چه فضایی تنفس میکنم. اگه از این فضا اساساً لذتی نمیبرید و خوشتون نمیاد، خب میتونید وارد نشید. از اون طرف هم بدون خواننده که چه مفروضاتی دکتر اردبیلی داره، دیگه تو اون مفروضات با ایشون مناقشه نکنه. مفروضات هگلی در این وجود داره. من فکر میکنم این پنهان نکردن هم چیز مثبتی است در کار ایشون. و اما نکته سومی که برای من مهمه، مواضعی است که در این کتاب ایشون ازش طرفداری کردن، و این مواضع به نظر من خیلیش، از نظر من، البته بازم نظر من معنیش نیست که نظر درستیه، ولی از نظر من خیلی من همدلی دارم با این مواضع ایشون. خیلی مواضع معرفت شناختی، مواضع معرفت مابعد طبیعی، حتی مواضع ارزش شناختی و اکسیولوژیک ایشون دارن که این مواضع از نظر من ملکیان خیلی پذیرفتنیه. نه فقط پذیرفتنیه، بلکه خوبم ادا شده، خوبم بیان شده، مؤثر بیان شده. استدلال به سود چندان نشده ها، ولی به طرز باورپذیری القا شده. حالا این مواضع رو من الان چه بسا نخوام بگم، یا اگه فرصت بشه خواهم گفت، ولی به هر حال اینم به نظر من اهمیت داره. و اما نکته چهارم که متاسفانه در کتاب‌های تألیفی ما خیلی به ندرت دیده میشه، اینه که کتاب‌های تألیفی در ایران معمولاً به صورت عادی و متعارف گرفتار درازگویی هست، ورباس و دراز نویسی و درازگویی. اگر دکتر اردبیلی میخواست این کار رو بکنه، این کتاب باور کنیم میتونست 1000 صفحه بشه. اما دکتر اردبیلی واقعاً در کمال ایجاز، اما نه ایجازی که مخل باشه و آدم مقصود ایشون رو نفهمه، ولی در کمال ایجاز مطلب رو بیان کرده و توجه داشته که این کتاب رو خواننده ای میخونه علی القاعده که اون خواننده اصلا براش اون درازگویی ها سودمند نیست، بلکه مسلما ملال انگیز هم خواهد بود. قدر سطور رو ایشون دونسته و واقعا سخن زیاده از حد مطلقا
نگفته، برخلاف من گوینده که دائما سخنانم زیاد از حد. اولا که میبینم بله خیلی به صورت محسوسی میبینم و ثانیاً هم خیلی میپسندم، خیلی خوبه. این که من سخن انتزاعی بگم تا طرف بدانه که اولا من در چه فضایی تنفس میکنم و ثانیاً مبانی نظریم چیاست و بعد برسم به سخنان انضمامی و محسوس و ملموس، این به نظر من روش کاملا قابل دفاعیه، هم میبینم و هم قابل دفاعه. ولی مطلب بر سر اینه که اساساً نوشته دکتر اردبیلی حتی در قسمت‌های بعدیش هم یک سلسله معلوماتی رو برای خواننده مفروض میگیره. حتی اونجا هم که درباره خوراک سخن گفته میشه، اونجا هم که درباره تاریکی سخن گفته میشه، اونجا هم اینجور نیست که واقعاً بدون هیچ پیش زمینه فلسفی بشه استفاده تام و تمام داشت. ولی بله، این که به طور نسبی هرچه از اول کتاب به آخر کتاب نزدیک میشیم کتاب فهم پذیرتر، آسان یافتر میشه، هم واقعیت داره و هم به نظر من کار درستیه در نوشتن. سوال این است که آیا نویسنده این کتاب خود دکتر اردبیلی است یا در مقام فیلسوف آنطور که هگل گفته در واقع این زمان است که اردبیلی اون رو به بیان درآورده و آیا این میتونه ابتدایی باشه برای اینکه دیگرانی هم تلاش‌های مشابهی انجام بدن، اما کتاب‌های در آینده نزدیک داشته باشیم مشابه پرتاب‌های فلسفی؟ در سه قسمت من خوبه که جواب دوست عزیزم رو بدم. نکته اول در باب مبانی فلسفی که اصلاً از اون مبانی ما نتیجه میگیریم که ربط و نسبت متن و ماتن اینه که دکتر اردبیلی گفتن متن و نویسنده متن، متن و ماتن. خب ایشون در واقع به دو تا نکته توجه میکنن که این دو تا نکته هر دوش مورد قبول منه و از اون دو تا نکته طبعا نتیجه میشه که سخن دکتر اردبیلی در باب ربط و نسبت نوشته و نویسنده درسته. خب نکته اول، ضرورت حاکم بر کل جهان هستی، این یک نکته. اینکه جهان جهان ضرورته و ما گمان میکنیم که جهان امکان هاست و همه چیز ضروری است. آنچه شده است باید میشده است و آنچه میشود باید بشود و آنچه خواهد شد باید بشود در آینده. بنابراین جهان جهان ضرورت هاست و ما گمان میکنیم که آنچه میشد میتوانست به جور دیگری بشود و آنچه خواهد شدن میتونه به جور دیگری بشه. نه، اینجور نیست. جهان جهان ضرورت. این یک نکته. و نکته دومی که در اندیشه هگل هست و ایشون هم تایید میکنن این که ما جزئی هستیم که به یک معنا هیچیم و به یک معنا همه کل در ما به صورت مدغم، به صورت کپسولی در ما وجود داره. بنابراین به یک معنا وقتی من کتابی می نویسم هیچ کس این کتاب رو نوشته و به یه معنا کل جهان این کتاب رو نوشته. اگر خانم حسین زادگان کتابی بنویسن به یک معنا هیچ کس این کتاب رو نوشته و به یک معنا همه نوشتن. به چه معنا هیچ کس نوشته؟ چون اگر ایشون رو در نظر بگیریم به عنوان نویسنده، نت بکنید خانم حسین زادگان در نظر بگیریم، میبینیم هیچ چیز خانم حسین زادگان از خودشون نیست. هیچ چیزشون از خودشون نیست. هیچ چیز نیست که بگیم ایشون از خودشونه. همه چیز جوشش هستی است در ایشون. توجه میکنید که من با یک مثال الان اینو میتونم توضیح بدم. و به این معنا اصلا ایشون نویسنده کتاب نیستند. و به یک معنا کل هستی، توجه میکنه، اومشه در ایشون متمرکز شده. ولی چون کل هستی در ایشون متمرکز شده، فردیت ایشون اصلا در اینجا وجود نداره. کل هستی به ظاهر به قلم ایشون داره چیزی می نویسه، به قلم مثلا خانم حسین زادگان. مثال برای شما بزنم، ببینید این مثال رو من در جاهای دیگه هم به کار بردم. یه بچه 3 ساله 4 ساله با مادرش میره از یه آبربانک پول میگیره.
نت میکنی. و بعد مادرش با این پولی که از آبربانگ میگیره میره کلی اسباب بازی و شیرینی و شکلات برای این بچه میخره. این بچه چون از هیچ چیز خبر نداره، تمام عشقش رو، تمام محبتش رو معطوف به آبربانگ میکنه، چون فکر میکنه این آبربانگ هست که به مامان من پول میده تا مامانم بتونه برای من شیرینی و شکلات بخره یا اسباب بازی بخره. درسته؟ و بنابراین اگر بگید که به این بچه بگید که تو کیو خیلی دوست داری، یکی از چیزایی که حتما خواهد گفت میگه این آبربانگ. چرا؟ چون گمان میکنه این هنر آبربانکه که پول میده. اما مادرش میدونه نه به لحاظ نرم افزاری نه به لحاظ سخت افزاری هنر هنر آبربانک نیست. اولا به لحاظ نرم افزاری، اگر جامعه بشری تکون پیدا نکرده، اگر انسان اجتماعی به طبع نبود، توجه مدنیون به طبع نبود گفته یه، و اگر نهادهای اجتماعی رو بشر ایجاد نمی‌کرد، و اگر تو نهادهای اجتماعی یک نهادی به نام نهاد اقتصاد پدید نمی‌آمد، و اگر تو نهاد اقتصاد یه سازمانی به نام سازمان بانک نبود، و اگر تو بانک چیزی به نام پسنداز و استفاده از پسنداز هنگام ضرورت نبود، توجه می‌کنید؟ و اگر کارتی که مادرم الان تو وارد این دستگاه می‌کنه این کارت از اعتبار لازم برخوردار نبود، اینا به لحاظ نرم افزاری. به لحاظ سخت افزاری، اگر چیزی به نام علم فیزیک و علم مکانیک وجود نداشت، توجه میکنید؟ و اگر چقدر فیزیک دانان، مکانیک دانان و مهندسان در طول تاریخ نیامده بودند و علم فلز شناسی و استخراج فلز و ساختن آلیاژ های مختلف از فلز و به همین ترتیب برید تا برسید به دستگاه آبربانک برسید. اگر دقت بکنید میدونید کی داره پول میده به مادر این بچه؟ کل هستی. باور کنید، یه کمی دقت بکنید، میبینید کل هستی دست به دست هم داده که حالا پول از این دستگاه میاد بیرون، ولی بچه از دستگاه بیرون اومدن رو فقط میبینه، نمیدونه پشتش چه فعالیت های نرم افزاری و چه فعالیت های سخت افزاری وجود داشته. یعنی کل هستی، کل کیهان داره خلاصه میشه در این. خب مادر هم ممکنه سطح فکرش یه مقدار قابل توجهی عرض میکنم بالاتر باشه و حتما به بچهش خواهد گفت که تو نباید از این دستگاه تشکر کنی، تو از خیلی چیزها دست به دست هم دادن. ولی این مادر اگر در حد کسی مثل هگل بشه، در حد کسی مثل اسپینوزا بشه که در این جهت به نظر من هگل کاملا وامدار اسپینوزاست و حالا میزان وامش رو در جهات دیگه هم میتونم بیان بکنم، اون وقت مادر به بچهش اصلا دیگه نمیگه که تو باید وامدار نهاد اقتصادم باشی، میگه اصلا مادر کل هستی رو تو باید وامدارش باشی. خب من میخوام بگم وقتی دکتر اردبیلی کتاب مینویسه، من اگر بچه باشم فکر میکنم این کتاب رو دکتر اردبیلی نوشته، ولی کل هستی دست به دست هم داده تا اردبیلی ای پدید اومده و در اون اردبیلی باورهایی پدید اومده و احساسات و عواطفی که مقتضای این بوده که خوشش آمده از این باورها و اراده ای که گفته این باورها رو با دیگران در میان بگذارم، و بعد ناشری پیدا شده که اون ناشر هم این اراده ایشون رو به مرحله تحقق رسونده. بنابراین کل جهان در این کتاب متجلیه. یه نکته دومی که دکتر اردبیلی در این کتاب گفتند و تعبیر پرتاب کردند و گفتند میخواستن بگن سرنوشت نوشته دیگه در اختیار هیچ کسی نیست، حتی در اختیار خود نویسنده نیست. خب به این معنی کاملا درسته. بنابراین درسته که دکتر اردبیلی چه مینویسم، برای چه مینویسم، چرا می نویسم و چگونه می نویسم رو تا یه حدی خودش متعین میکنه، ولی فقط تا یه حد. از اون حد بالاترش تو هر چهار قسمتش پرتاب میکنه به هستی و هستیه که تعیین میکنه که مخاطبانش کیا باشن، همونایی باشن که در نظر گرفته بود یا بعضی از اونایی باشن که در نظر گرفته بود، یا نه علاوه بر اینکه همه اونایی که در نظر گرفته بود مخاطبانش باشن، یه کسانی که در نظر نگرفته بود مخاطبانش باشن. در همه اینا یه پرتاب شدگی وجود داره. اما از این بالاتر،
وقتی نوشته به دست کسانی میرسه، همه کس نوشته رو نمیخونه. از اونایی هم که میخونن همه نوشته رو نمیفهمن، و از اونایی هم که میفهمن همه نوشته رو قبول ندارن، و از اونایی هم که قبول دارن همه نوشته رو پیش التزام در طول عمرشون نمیورزن. این چهار مرحله هم خیلی مهمه که شما نوشتتون رو آیا همه کسانی که به دستشون میرسه بخونن یا نه. خیلی‌ها که نوشته رو میخونن، میخرن ولی نمیخونن، و اون که میخونه آیا میفهمه یا نمیفهمه، و اون که میفهمه آیا قبولم داره یا قبولتون نداره، میگه فهمیدم چی میخوان بگن ولی من قبول ندارم، و اون که قبولم میکنه آیا التزام بهش میورزه تا آخر عمرش. همه اینا سرنوشت‌های مختلفی رو رقم میزنه که به این معنا هیچ چیز در اختیار خود دکتر مثلا اردبیلی نیست. بنابراین واقعا پرتاب شدگی کاملا درست. اینم یک نکته. و اما نکته سومی که میخوام بگم اینه که جهان هستی آنچه را به دکتر اردبیلی داده به رایگان داده. توجه میکنی؟ و هیچ لیاقت قبلی دکتر اردبیلی نداشته برای اون چیزهایی که هستی بهش داده، کما اینکه اگه چیزهایی هم هستی به اون نداده مسبوق به یه عدم لیاقت قبلی نبوده. توجه میکنی؟ بنابراین به چه معنا میتونه به خودش نسبت بده دکتر اردبیلی نوشته رو؟ نه دکتر اردبیلی رو فقط عرض نمیکنم، هر کتاب دیگری هم که نوشته بشه همینجوره. این اتفاقا یکی از جهاتی است که من خیلی با دکتر اردبیلی همدلی دارم. من 21 سال پیش مقاله نوشتم تحت عنوان تقریر حقیقت و تقلیل مرارت، وجوه تراژیک زندگی روشنفکری، و واقعا میتونم بگم که در حدی که یک مورچه کله پاچه داره، در حد اونم مانیفست زندگی من. البته گفتم به حدی که اصلا مورچه میتونه کله پاچه داشته باشه، بیشتر از این تصور نکن. و از اون سال تا الان من همیشه مورد شماتت و مخالفت و اعتراض سایر دوستان و روشنفکران و بعضی از کنشگران سیاسی بودم که چرا تو این حرف رو زده ای؟ و در همین اواخر هم من در همین تقریبا یک ماه پیش با استاد و دوست عزیزم آقای دکتر سروش هم باز در این باب گفتگویی داشتم. من در اون سال، در سال 79، همین نکته رو عرض می‌کردم. من می‌گفتم که روشنفکر دو وظیفه داره نسبت به جامعه جهانی یا نسبت به جامعه خودش. یکی این که حقیقتی را که دریافت کرده، البته حقیقت رو همیشه باید تو علامت کوتیشن مارک گذاشت، حقیقت یعنی حقیقت به گمان من، حقیقتی که من از هستی دریافت کردم، میگفتم یکی این که باید حقیقت رو با هم نوعان خودش در میون بگذاره. اگر من چیزی از هستی دریافت کردم و به نظرم میاد این یکی از حقایقه که من دریافت کردم، در طور ذهن من افتاده، اینو با هم نوعان خودم به گفته ما قدیمی ها در میان بگذارم، به گفته شماها شیر کنم. توجه میکنید؟ به اشتراک بگذارید. حالا هر کار میخواید بکنید میگه. شما شیر کنید، من در میون میذارم. اینه بهش میگفتم تقلیل حقیقت، یعنی بیان حقیقت. و دوم میگفتم تقلیل مرارت، یعنی کاستن از درد و رنج مردم. من باید درد و رنج مردم هم تا اونجایی که میتونم اپسیلونی، سر سوزنی، ذره‌ای بکاهم. میگفتم این دوتا کاریست که یک روشنفکر باید در زندگیش بکنه. تا وقتی که این دوتا همسو هن که هیچ مشکلی نیست، خیلی هم عالیه. ولی اگر روز این دوتا با هم همسو نشدن چه باید کرد؟ و اینجا نطفه این مسئله منعقد میشه. اگر وقتی من در زندگی بر سر دوراهی قرار گرفتم که با هم نوعان خودم یا لااقل با شهروندان جامعه خودم بر سر این دوراهی که اگر بخوام حقیقتی رو برشون آشکار بکنم که به گمان خودم حقیقته، درد و رنجشون نه فقط کاهش پیدا نمیکنه بلکه چه بسا افزایش هم پیدا بکن. یا از اون طرف اگه بخوام درد و رنجشون رو کاهش بدم، چه بسا مجبور باشم یه حقیقتی رو کتمان کنم یا خلافش رو بگم. خب دو تا وظیفه اخلاقی دارم، یکی تقلیل حقیقت، یکی تقلیل مرارت. حالا این دو تا هم نزاع کردم.
من در اون مقاله در اون سال 79 نوشته بودم که ترجیح با کدومی که از این دوتاست. اونجا اظهار نظری که کرده بودم در سه مرحله بود. مرحله اولیم که میگفتم ادله کسانی که میگن تقریر حقیقت باید مقدم بداریم بعد تقلیل مرارت، و ادله کسانی که میگن تقلیل مرارت رو باید بر تقریر حقیقت مقدم بداریم، گفته بودم ادله به نظر من کاملا هم وزن، نه این ادله میتونن صاحبان این قول رو رد کنن و از میدان بدر کنن، نه این ادله اونقدر قوی هستن که بتونن صاحبان این قول مخالف رو از میدان بدر بکنن. گفته بودم ادله کسانی که میگن این مهمتر از اینه و باید مرجح دانسته بشه، و ادله کسانی که میگن این مهمتر از اینه و اینو باید ترجیح داد، ادلهشون به نظر من به یک اندازه قویه یا بگیم به یک اندازه ضعیفه، و بنابراین با استدلال فلسفی به نظر من هیچ کدوم از این دو تا قول رو از میدان نمیشه به سود قول دیگه بدر کرد. این نکته اول که گفته بودم. نکته دوم گفته بودم حالا که ما نمیتونیم به روش استنتاجی و استدلال فلسفی این کارو بکنیم، باید به شهود خودمون رجوع کنیم. ببینیم آیا شما به شهود خودتون که رجوع میکنید در این گونه موارد که اگر حقیقتی رو بگید درد و رنج افزایش پیدا میکنه، یا اگر بخواید درد و رنج کاهش پیدا بکنه باید حقیقتی رو کتمان کنید یا خلافش رو بگید، کدوم رو ترجیح میدم؟ گفته بودم به شهود خودتون هر کسی باید رجوع کنه، چون جایی که استدلال فلسفی مفقود میشه اونجا چاره جز به شهود خودمون رجوع کردن نداره. اینم نکته دومی که گفته بودم. و اما نکته سومی که گفته بودم و اما شهود شخص من میگه تقریر حقیقت ترجیح داره بر تقلید مرارت. ما باید حقیقت رو بگیم ولو مرارت مردم افزایش پیدا بکنه، درد و رنج مردم افزایش پیدا بکنه. توجه میکنید؟ شهود من اینو میگه. البته من معتقدم ما اگر حقیقت رو در جایی گفتیم و درد و رنج مردم افزایش پیدا کرد، از اون طرف هم راههایی برای آشتی دادن مردم، برای کاپینگ مردم، کنار آمدن مردم با این حقیقت تلخ وجود داره. اون راه ها رو هم میتونیم در اختیار هم نوعمون بگذاریم، بگیم ببین حقیقت اینه، تلخ هم هست، و کدام حقیقت انسانیه که تلخ نیست؟ من که فکر میکنم در علوم انسانی تقریبا هر حقیقتی تلخ. نماینده نباید سخنگوی مردم باشه، بگه هر چه مردم میگن درست گفتن، هر موضعی که میگیرن درسته، من باید سخنگوی مردم باشم، نماینده مردم باشم و در برابر رژیم سیاسی حاکم بر اون جامعه از مردم دفاع کنم. من گفته بودم این درست نیست. گفته بودم که روشنفکر باید داور مردم هم باشه، یعنی روشنفکر باید به مردم بگه در این حال در اینجا شما حق با تو شما نیست، نه اینکه حق با شما نیست یعنی حق با رژیم سیاسی حاکم بر جامعه است، نه، در اینجا چون شما به لحاظ فرهنگی به خطا رفته اید، میوه سیاستتون هم میوه سیاستی شده تا این حد گندیده و فاسد و مسموم کننده و مضر. سیاست و رژیم سیاسی میوه درخت فرهنگ جامعه است. اگر درخت فرهنگ جامعه درختی ناسالم باشه، میوه سیاستش هم میوه گندیده و فاسد و مسموم کننده و زهرآگینیه. بنابراین میگفتم هرگز ما نباید خودمون نماینده مردم بدونیم و سخنگوی مردم بدونیم، نه، ما باید داور مردم باشیم. هر جا حق با مردمه بگیم حق با شماست، هر جا حق با مردم نیست صریحاً و سریعا بگیم حق با شما نیست. بنابراین ما مردم نماینده شما نیستیم که هرچی شما میگید ما وکیل و رعایای شما باشیم، وکیل شما باشیم، نماینده شما باشیم، وکیل مدافعتون باشیم. اصلا و ابدا ما به خاطر نوع دوستی که داریم و اون نوع دوستی به ما میگه که اگر خواسته هاتون با نیازهاتون معارض افتاد ما باید جانب نیازهاتون رو بگیریم، ما به شما میگیم خیلی از خواسته هاتون با نیازهاتون منافات داره، خیلی جاها خطا میکنید، این خطاها رو باید تصحیح کرد. گفتن همینطور که روشن فکر دولتی قابل دفاع نیست، روشن فکر مردمی هم قابل دفاع نیست. چرا آدم روشن فکر باید مردمی باشه؟ روشن فکر باید تابع حقیقت باشه. هر جا حقیقت در جانب مردمه باید بگید من در کنار مردم میستم، نه چون مردمن، چون حقیقت رو میگن. و هر جا مردم حقیقت رو نمیگن و دستخوش خطان، دستخوش هزیانن، دستخوش توهمن، دستخوش پیشداورین، دستخوش جزم و جمودن، دستخوش تعصبن، دستخوش آرزو اندیشین، دستخوش خرافه پرستین، دستخوش استدارگوریزین، در اینجا هم من جانب مردم رو نمیگیرم. چرا؟ چون من آرمان حقیقت برام مهمه.
خب به این لحاظ البته من طرفدار مردم نیستم، اما نه به معنی که مخالف مردمم، نه، طرفدار حقیقتم. هر جا مردم حقیقت رو میگن کاملا خادمشونم، کمک بهشون میکنم. هر جا مردم حقیقت هم نمیگن، خدمت و کمک هم بهشون اینه که گوشزد بهشون بکنم که شما در اینجا برحق نیستید. از این لحاظ من کاملا موضع ایشون رو پذیرفتم، میپذیرم. و جالبه که وقتی این قسمت های نوشته ایشون رو میخوندم، خیلی احساس میکردم که چقدر جان و سخن از زبان ما میگویی. بنابراین بله، من معتقدم روشن فکر نباید مردمی باشه، نباید دولتی باشه. دولتی بودنش که از بس مفتضحه همه میگن، اما مردمی بودنش هم ما باید بگیم. ما عاشق مردم باید باشیم و شما عاشق هر کسی باشید، اگر نیازهای او با خواسته هاش تعارض پیدا کرد، نیازهاش بر خواسته هاش کار میکنید، رو چای میگید. شما بچه‌تون مگه عاشقش نیستید؟ اگر روزی بچه‌تون نیازی داشته باشه ولی خواستش با نیازش متعارض باشه، فقط به جهت اینکه عاشقش هستید، چی رو بر چی ترجیح میدید؟ خواستش رو بر نیازش یا نیاز رو بر خواستش؟ نیاز رو بر خواستش. بچه‌تون بستنی میخواد ولی خواستش بستنیه، ولی نیازش خوردن یک قرص یا تزریق شدن یک آمپوله، مسلما تزریق کردن آمپول رو بر بستنی خوردن او ترجیح میدید. و اصلا اگر بستنی خوردنش مزاحم سلامتش باشه، حسن نمیذارید بخوره. نمیگید که آقا من باید خواسته بچه هم برآورده کنم. نه، تا وقتی خواسته بچه تون با نیاز همسوه، البته که نیازش رو برآورده میکنید، خواستش هم برآورده شده. ولی اگر در دو سوی مختلف رفت، فقط به خاطر عشقی که به فرزندتون دارید، میگید نیازتو بر خواسته ترجیح میدم. سوالیه که من الان جوابشو میگم، چون من اگه مورد سوال واقع نمیشدم به این بحث خودم رو وارد نمیکردم. اما وقتی سوال میشه دیگه باید اونی که در ذهن و ضمیرم میجوشه همونو بگم. آقای شبگر سوالشون اینه که اگر ما ضرورت علی معلولی رو بپذیریم، یعنی اولا قائل به اصل علیت باشیم و ثانیاً هم علاوه بر این قائل به اصل علیتیم، اصل علیت رو فقط یک اصل کلی ندونیم، یک اصل ضروری هم بدونیم. نمیشه در جایی علت حضور پیدا بکنه و معلول بگه من نمیخوام بیام، اصلا و ابدا. بنابراین اصل علیت فقط کلی نیست، هر علتی در جایی حضور پیدا کرد باید معلولش حضور پیدا کنه. بنابراین کلیت همراه با ضرورت. خب حالا هر که این اصل علیت رو بپذیره و ضرورت اصل علی معلولی هم بپذیره، نه امکانی بودن اصل علی و معلولی، اون وقت سوال پیش میاد که آیا این در مورد انسان به جبر قائل نباید بشه؟ به جبرگرایی نباید قائل باشه؟ خب غالبا در طول تاریخ متفکران، چه متفکران فیلسوف، چه متفکران الهیاتی و الهیات دانان و الهیاتی اندیشان، چه متفکران عارف مسلک و چه عالمان علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی، اینا وقتی با این سوال مواجه می شدن، غالبا، نه همه ولی غالبا، اینجور بود که می خواستن یک کاری بکنن که این جبرگرایی از دلش بیرون نیاد، از موجبیت علی معلولی، از متعین انگاری معلول ها به دست علت ها، جبر در عالم انسانی پیش نیاد. چون میدن اگر قائل بشیم که انسان ها موجودات مجبوری هستند، اون وقت به تعبیری که معمولا در این گونه موارد گفته میشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه اگه بخوایم بگیم انسان ها مجبورند. و معمولا این سنگ رو سنگ بند نمیشه یه چیزیه که تا میگن آدم خواست خودش کنار بکشه که یه جوری سنگ رو سنگ بند بشه. خب من اگر البته انگیزه نداشتم این مطلب رو بگم، ولی چون وقتی میپرسن نمیتونم خلاف عقیده‌ام بگم، من اتفاقا به جبر انگاری قائلم و به داوری معتقدم یا شما باید اصل علیت رو انکار کنید یا در عالم انسانی هم به جبرگرایی باید تن بدید. منتها جبر انگاری که من قائلم جبر انگاری اسپینوزاییه که در هگل هم تا اونجایی که من هگل رو خیلی خیلی اندک میشناسم که گفتم تقریبا شناختم صفره، در هگل هم میاد جلوه میکنه. من به جبرگرایی عرض کنم که اسپینوزایی قائلم، ولی جبرگرایی اسپینوزایی
نه اخلاق رو تعطیل میکنه، نه تعلیم و تربیت رو تعطیل میکنه و نه حقوق را، یعنی قانون را، یعنی کیفر و پاداش قانونی رو تعطیل میکنه. خب در اینجا فرصت نیست که من اینو بگم، ولی من به جبرگرایی اسپینوزایی قائلم. چرا؟ چون به متعین انگاری معلول به دست علت، یعنی به عدم تخلف معلول از علت، یعنی خلاصه به ضرورت اصل علیت قائلم و هیچ انکار نمی کنم که تمام تلاش هایی که برای آشتی دادن آزادی انسان با ضرورت علی و معلولی صورت گرفته به نظر من ناموفق، و بنابراین شما یا باید اصل علیت رو انکار کنید، یا اگه قبول کردی دیگه نمیتونی جبر رو انکار کنی، به گمان من. اما این جبر که من میگم، و البته من در واقع دارم در این جهت اقتفا میکنم و تأسیم میکنم به اسپینوزا، این جبر اصلا و ابدا اخلاق رو تعطیل نمیکنه، تعلیم و تربیت رو هم تعطیل نمیکنه، حقوق رو هم تعطیل نمیکنه و کیفرهای حقوقی رو. بنابراین من اصلا در مقام این بر نمیام که چیزی که آقای شبگر از من خواستن که خب پس یه جوری یه کاری بکنم که جبر انگاری لازم نیاد، اصلا و ابدا من میگم چه کاری نمیکنم، من میگم جبر انگاری وجود داره. اما ای کاش میتونستم الان در جایی که کردم البته، ولی ای کاش میتونستم در این فرصت این سوء تفاهم یه وقتی پیش نیاد. من فقط میخوام به همه خانم ها و آقایان که صدای منو میشنون اینو عرض بکنم که هیچ کدام از اون توالی فاسده ای که بر جبر انگاری قائل شدن به نظر من در این جبرنگاری نیست. این جبرنگاری کاملا ما را همچنان پایبند اخلاق نگه می‌داره، پایبند حقوق و قانون و کیفرهای ناشی از در واقع عدم رعایت قانون نگه می‌داره و تعلیم و تربیت رو هم تعطیل نمی‌کنه. حالا خواهید گفت که خب به چه صورت؟ به نظرم میاد که الان فرصتش ندارم بگم، ولی فقط یک اشاره می‌کنم، فقط یک اشاره، فقط در حد یک اشاره، فقط میخوام برای این که نگید که گفت یه چیزی رو و گریخت. ببینید وقتی من میگم که یه عملی جبریه یعنی چه، اینو من خدمتتون عرض بکنم که گاهی بحث اینه که عمل جبریه یا جبری نیست، گاهی بحث اینه که اراده جبریه یا جبری نیست، گاهی بحث در باب اینه که میل جبریه یا جبری نیست، و گاهی هم بحث در باب اینه که میل به میل جبریه یا جبری نیست. ما چهار نوع جبر رو هم نباید با هم خلط کنیم. اما برای بحث من بذارید به طور کلی من بگم عمل، ولی همین سخن در باب اراده هم صادقه، در باب میل هم صادقه، در باب میل به میل هم صادقه. ببینید وقتی شما میگید یه عمل جبریه یعنی چی؟ مثال بزنم. اگر گفتید که این سخن گفتن ملکیان در اینجا جبران ازش داره صادر میشه، معناش چیه؟ معناش اینه که مثلا 100 تا عامل باید دست به دست هم بدن که اگر این 100 تا عامل هر 100 تاشون حضور پیدا کردن در صحنه و دست به دست هم دادن، ملکیان به آسمون بره، به زمین بیاد، به آب و آتش خودشو بزنه، به در و دیوار بکوبه، این جمله از دهنش صادر خواهد شد. این دیگه معنی جبرینه دیگه، که اگه اون 100 تا عامل دست به دست هم دادن دیگه ملکیان هر کار میخواد بکنه. این جمله به همین صورت که الان از ذهنش صادر میشه، از ذهنش صادر میشه. ولی اگر از اون 100 تا 99 تاشون هم حضور پیدا کردن و یکیشون دست به دست اونها نداد و یکیشون از اومدن در صحنه خودداری کرد، بازم ملکیان به آسمون بره، به زمین بیاد، به چپ بزنه خودشو، به راست بزنه، به آب بکوبه، به آتش بکوبه، این جمله از ذهنش بیرون نمیاد. اینه دیگه جب، اینه دیگه صریح ترین صورتش. خب پس معنیش اینه که 100 تا مثلا عامل هستن که اگر همشون اومدن باید این جمله رو بگی بخوای یا نخوای، و اگه حتی یکشون هم نیاد نمیتونه این جمله رو بگی بخوای یا نخوای. این معنیش اینه دیگه. خب اما چی گفته که این 100 تا عامل چیان؟ یکی از اون 100 تا عاملم توصیه های اخلاقی پدر من در کودکی به من کرده. این هم هست توصیه هایی است که معلم دبیرستانتون به شما کرد، اونم یکی از اونست. بنابراین وقتی من میگم عواملی باید دست به دست هم بدن که این فعل از من صادر بشه، حالا چه فعل گفتاری و چه فعل کرداری، گفتم اون 100 تا عامل
اگر دست به دست هم ندن تو نمیتونی توجه میکنی، اما نگفتم که اون صد تا عامل چیان. یکی از اون عوامل هم ممکنه توصیه باشه که یه روز یه معلمی یه جایی به من کرده، یه مربی، پدری، مادری. بنابراین توصیه های اخلاقی پدر و مادرها هم بی اثر نیست. اگر اون 99 تا عامل اومده بودن و اون توصیه پدرتون نبود که متواضع باش، الان گفتارتون یه لحن دیگری به خودش میگیره. پس اون توصیه هم بی اثر نبوده. پس تعلیم و تربیت و اخلاق بی اثر نیست. به همین ترتیب کیفر حقوقی هم عرض میکنم که ترتیب اثر میشه بهش داد، با اینکه قائل به چی هستی؟ قائل به جبر. باز اینم من با یک مثالی میزنم که خیلی شبیه به مثالی که گاندی گفته، خیلی از کتاب خود دکتر اردبیلی متاسفانه دور شدم، ولی خب چون به حال نپرسیدن. ببینید من از مثال شبیه به مثال گاندی استفاده میکنم. ببینید شما که برای عقرب علم و اراده قائل نیستید، درسته؟ پس اگر عقربی اومد رو دست شما و دست شما رو گزید، چون براش علم قائل نیستید، برای این عقرب، و اراده قائل نیستید، بنابراین اصلا براش اراده و اختیار قائل نیستید. پس اصلا معتقد نیستید که این از سر دشمنی اومده به دست شما نیش زده. کما اینکه اگه به دست آقای شبگرد نیش نزده نمیگید که معلوم شه عقربه با ایشون یه دوستی داره که با توی مصطفی نداشت، ببین دست تو رو نیش زد، دست ایشون نیش نزد. نه، چون اصلا عقرب رو براش علم و اراده قائل نیستیم، و موجودی که علم و اراده نداره اختیار نداره، و موجودی که اختیار نداره نه دوستی داره نه دشمنی داره. پس اگه دست منو زده دشمنی با من نداشتی، دست ایشون هم نزده، معنی این نیست که دوستی با ایشون داشته، درسته؟ خب پس چون اینجوره، من از این عقرب خشم و کینه و نفرتی به دل نمیگیرم. چرا؟ چون میگم که با من دشمنی نداشته. این چنان ساخته شده است که وقتی بدنش روی نسوجی به این نرمی قرار میگیره، ناآگاهانه نیشش فرو میره تو نسوجی که تا این حد نرمند، مثل نسج و نسیج بدن من. اینه دیگه. پس من خشم و کینه و نفرتی از این به در دل نمیگیرم. ولی آیا این که خشم و کینه و نفرت ازش به دل نمیگیرم چون براش اختیاری قائل نیستم، آیا این باعث میشه که بلندش کنم رو بازومم بزنم که یه بار دیگه من بازومم بزنه؟ نه دیگه. میگم درسته که بدون علم و اراده زد، ولی دیگه این باعث نمیشه که جلوه تکرارش رو نگیرم. نه، هر جور بشه او رو از بدن خودم دور میکنم که اگر نیش اول رو زد دیگه نیش دوم رو نزنه، نیش سوم رو نزنه، نیش چهارم رو نزنه. درسته؟ نمیگن که خب به من که نمیگه کسی که آقا تو که خشم ازش نداری، کینه نداری، نفرت نداری. میگم نه. میگه خب پس بذار بازوت هم بزنه، بعد بذار ارمان پات هم بزنه. میگم نه، خشم و کینه و نفرت ندارم، اما دیگه تکرارش نمیذارم، اجازه بهش نمیدم. و حتی به صورتی که اگر دفع کردنش از بدنم جز با کشتنش هم حاصل نشه، ابایی هم ندارم حتی از اینکه بکشمش. خب حالا من میگم یک قاتل، یک قاتل زنجیره‌ای، یک قاتل، من فرض میکنم به اندازه همین عقرب بدون علم و اراده باشه، یعنی درست به اندازه که این عقرب مجبوره اونم مجبور باشه، اومده یک قتل انجام داده، پس یه نیش به بدن جامعه زده. اما آیا حالا که یه نیش زده چون علم و اراده نداشته و مجبور بوده، اجازه بدیم نیش دومم بزنیم به بدن جامعه، یعنی قتل دومم مرتکب بشه، قتل سومم مرتکب بشه؟ نه دیگه، نه، دورش میکنیم از بدن جامعه. خب منتها دور کردن از بدن جامعه با اون دور کردن عقرب یک چیز البته من از نظر من فرق داره، و اون که عقرب رو به هر وسیله ای که بشه از بدن دورش میکنیم، و اگر هیچ وسیله نداشتیم جز کشتنش میکشیم حتی اون رو، اگر نداشتیم وسیله دیگری حتی میکشیمش. در مورد انسان البته من قائلم که کشتن رو حق نداره، ولی از بدن جامعه باید دورش کنیم، و از بدن جامعه دورش کنیم یعنی بریم یه جایی که شرش به جامعه نرسه. فقط کشتن رو من چون شخصا با مجازات اعدام به لحاظ فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق کاملا مخالفم، کشتن رو نمیگم. در مورد عقرب میگفتم اگر چارمون منحصر شد در کشتن حتی میکشیمش، اما در مورد انسان من معتقد به کشتن نیستم. خب ببینید با اینکه قائل شدم حتی اون قاتل زنجیره‌ای هم ممکنه مجبور بوده در این جهت، ولی با این همه کیفر حقوقی سر جای خودش باقیه. چرا؟ چون معنا نداره که من به پیکر جامعه بذارم ضربه دومم بخوره، ضربه سومم بخوره، فقط اون رو از پیکر جامعه دور میکنه. بنابراین من معتقدم جبری که اسپینوزا قائل بود
و منم به اون جبر قائلم، این جبر اخلاق را و تعلیم و تربیت رو و حقوق را و کیفر حقوقی رو اصلا تعطیل نمی کنه. ولی با این همه به نظر میاد به لحاظ فلسفی قابل دفاعه، به دلیل اینکه ضرورت اصلی علی و معلول رو پذیرفتیم. اگر شما بخواید این جبر رو قائل نباشید، باید ضرورت اصلی علی و معلول رو انکار بکنید یا یه کاری بکنید که کانت میکرد که به نظر من ناموفقه. و اون که کانت میگفت انگار این ضرورت علی و معلولی در ناحیه روح وجود نداره، در ماده و مادیات وجود داره، روح یک نوع آزادی درش وجود داره، که من این راه رو به نظرم میاد که کاملا ناموفقه. ممنون استاد، خیلی لطف کردید. قربان شما، حضور شما رو واقعا تو این شرایط سخت خیلی خیلی از شما سپاسگزاریم که این فرصت رو به ما دادین تا در رابطه با کتاب پرتاب‌های فلسفه در صحبت بکنیم. واقعا شما سپاسگزاریم، تولدتون رو با هم خدمتتون تبریک میگیم، آرزوی سلامت داریم، عمر طولانی. ما در خدمتتون هستیم. اگر صحبتی در رابطه با این کتاب صحبتی باقی مونده؟ نه، راجع به آمدنم که البته باید اینو بگم، گر آمدنم به خود بودی نامدمی، ولی خب جبره و بنابراین دیگه آمدم. اما راجع به کتاب پرتاب‌های فلسفه خیلی توصیه میکنم دوستان این کتاب رو بخونن، چون فکر میکنم که این کتاب موارد تأمل برانگیز درش خیلیه و من کتاب یک تأمل برانگیز رو خیلی دوست دارم، یعنی کتابی که آدم رو به فکر فرو ببره. ممکنه حاصل فکرمون این باشه که با نویسنده موافقت کنیم و ممکنه حاصلش این باشه که مخالفت کنیم، کما اینکه من در مواردی هم با آقای دکتر اردبیلی مخالفم. اما در این حال تأمل برانگیزی خیلی مهمه تو کتاب، که آدم به فکر فرو بره و یه بار دیگه به خودش با خودش مواجه بشه که راستی تو چی میگی در این باب. توجه میکنی؟ کتاب هایی که ما رو به خودمون بر میگردونن و میگن خب بفرما این حرف رو زده تو چی میگی، این به نظر من کتاب های مغتنمی هست و کتاب دکتر اردبیلی انصافا یکی از این کتاب های مغتنمی است که من در این چند سال اخیر خوندم. و سلام، امیدوارم همه شنوندگان و بینندگان سودی برده باشن و من وقتشون رو ضایع نکرده باشم. با امیدوارم در این فرصت‌های دیگری هم بتونم در خدمتشون باشم. و سلام.